معاون استاندار بصره و رئیس کمیته پیگیری زیارت اربعین حسن نجار اظهار داشتند دولت محلی بصره برنامه جامعی برای پیگیری نیازهای گذرگاه‌های مرزی برای پذیرایی و استقبال از زائران تهیه کرده است. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، نجار در بیانیه مطبوعاتی گفت کمیته پیگیری زیارت اربعین برای دومین سال متوالی به منظور رفع نیازهای گذرگاه‌های مرزی و آمادگی زود هنگام برای پذیرایی از زائران اربعین حسینی تشکیل شده است. نجار توضیح داد که جلسه مهم از سوی دولت محلی با حضور همه مدیران اداره‌های مختلف، نیروهای امنیتی، فرماندهی و پلیس استان برگزار شد و در آن بر رفع مشکلاتی که در سال‌های پیش به وجود آمده تمرکز شد. وی تأکید کرد که راه ارتباطی گذرگاه شلمچه و پل خالد در اوایل ماه آینده افتتاح می شود و امسال بر خلاف سالهای گذشته شاهد ازدحام جمعیت زیادی برای ورود زائران اربعین از طریق بنادر بصره خواهیم بود. وزیر ارتباطات عراق از ارائه سیم کارت هایی طی زیارت اربعین برای تماس و اینترنت رایگان خبر داد. الیاسری در کنفرانس مطبوعاتی درباره آمادگی ها برای مراسم اربعین گفته که آنها از چندین هفته پیش آمادگی ها برای مراسم اربعین را آغاز کرده و اتاق عملیاتی برای فراهمسازی الزامات مربوطه به ریاست وزیر ارتباطات تشکیل دادند. وی همچنین از کاهش قیمت تماس‌های تلفن همراه و اینترنت در مسیر زائران اربعین خبر داده است. الیاسری افزود این خدمات برای زائران کشورهای عربستان، کویت، لبنان و ایران فراهم خواهد بود. وزیر ارتباطات عراق با بیان اینکه شرکت سوپرسل اینترنت رایگان در مجاورت حرم امامین جوادین علیه ما السلام ارائه کرده است گفت شرکت عراق کال هم به زودی اینترنت رایگان در نجف اشرف و کربلای معلا ارائه خواهد کرد. یک هیئت مشترک از سازمان همکاری اسلامی و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد برای پیگیری وضعیت پناهندگان روهینگیا و حمایت‌های بشردوستانه بین المللی از بنگلادش بازدید می‌کنند. هدف از این سفر پیگیری قطعنامه‌های شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی در مورد موضوع روهینگیایی‌ها و حمایت مالی بیشتر از روهینگیا در بنگلادش است. گفتنیست این هیئت در بدو ورود به داکا پایتخت بنگلادش با دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و همچنین با تمامی آژانس‌های سازمان ملل متحد که در بنگلادش فعالیت می‌کنند نشستی برگزار کرد. وزیر دادگستری ایالتی آلمان با انتقاد از توقف روند اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی خواستار از سرگیری این روند شد. ماریون گنتنگس وزیر دادگستری ایالت بادن وورتمبرگ آلمان با انتقاد از توقف روند اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی گفت اخراج‌هایی که باید فوراً انجام شود به تعویق می‌افتد. برخی از افراد اصطلاحاً خطرناک و مجرمان جدی که امنیت کشور را به خطر انداختن اخراج نمی‌شوند، مانند پناهجویان افغانستانی. از سوی دیگر شورای پناهندگان بادن وورتمبرگ نیز در واکنش به درخواست از سرگیری اخراج پناهجویان افغانستانی تأکید می‌کند و شرایط اخراج پناهجویان افغانستانی از این کشور را مساعد نمی‌داند. اخیراً کشورهای غربی از جمله انگلیس در توافق با ترکیه برای جلوگیری عزیمت پناهجویان به اروپا توافق کردند و گزارش ها که از آن است که لندن و حتی وکلای پناهجویانی را که پرونده پناهندگی آنها را پیش میبرند تحت فشار و سرکوب قرار میدهد. درگیری شدید در عمدرمان برای دومین روز پیاپی ادامه دارد که در جریان آن ده‌ها تن کشته و صدها نفر مجروح شدند. منابع پزشکی با اعلام نیاز فوری به انواع گروه خونی از سودانی‌ها خواستند با حضور در مراکز درمانی خون اهدا کنند.
مرکز فوریت‌های پزشکی و کمیته‌های مقاومت در محله قدیمی عمدرمان از سودانی‌ها خواستند هرچه سریع‌تر برای اهداء خون به بیمارستان النو محل بستری مجروحان مراجعه کنند. گفتنی است از 26 فروردین ماه گذشته که نبرد میان ارتش و نیروهای واکنش سریع شروع شده، درگیری‌های اخیر در عمدرمان شدیدترین برخورد نظامی در محله‌های شرق این شهر به شمار می‌رود. این درگیری سبب شد شهروندان از خانه و کاشانه خود فرار کنند و به محله کرری واقع در شمال عمدرمان پناه برند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع امنیتی و محلی در بورکینافاسو گزارش داد که حدود 20 نفر در حمله عناصر مسلح به منطقه‌ای در جنوب شرق این کشور کشته شدند و منابع یاشده گفتند این حمله در منطقه میانه شرقی نزدیک مرزهای توگو رخ داده است. فرانس پرنس به نقل از منابع امنیتی گزارش داد که در این حمله حدود 20 نفر کشته شدند که اغلب از بازرگانان بودند. این در حالی است که منبع دیگری تعداد کشته شدگان را 25 نفر اعلام کرد. یک منبع دیگر هم اعلام کرد که در این حمله حدود 12 نفر مجروح شدند. طبق بیانیه سازمان‌های غیر دولتی، بیش از 16 هزار نفر اعم از غیر نظامی و نظامی و افراد پلیس در حمله‌های تروریستی در بورکینافاسو کشته شدند که 5 هزار نفر از این آمار مربوط به اوایل سال جاری تا کنون است. بحران و خشونت در بورکینافاسو باعث آواره شدن بیش از 2 میلیون نفر در داخل این کشور شده است. در یک آزمایش حیوانی مشخص شده است رژیم غذایی مادر در دوران بارداری میتواند سلامت مغز کودک تا چندی نسل بعد را بهبود بخشد. یک مطالعه جدید با استفاده از مدل‌های ژنتیکی نشان می‌دهد که مادرانی که از ترکیبات طبیعی استفاده می‌کنند که سلامت مغز را در اوایل بارداری بهبود می‌بخشد، ممکن است فواید آن را به فرزندان و حتی نواهای خود منتقل کنند. محققان می‌گویند یافته‌های آنها اهمیت داشتن یک رژیم غذایی سالم در دوران بارداری را نشان می‌کند. در حالی که این یافته‌ها امیدوار کننده هستند، باید تحقیقات بیشتری برای تایید اینکه آیا این پدیده در انسان رخ می‌دهد یا خیر انجام شود. در آستانه 2 سالگی سقوط نظام جمهوریت در افغانستان، بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان روز سه‌شنبه 17 مرداد در گزارشی به کنگرس گفت که آمریکا در 2 سال گذشته بیش از 2.3 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. در گزارش سیگار، بار دیگر به سوء استفاده و کارشکنی طالبان در توزیع کمک‌های بین‌المللی اشاره شده است. مقامات آمریکایی گفتند که این کمک‌ها از طریق سازمان‌های امداد رسان به افغانستان ارسال شده است. برخی از این سازمان‌ها می‌گویند که طالبان در کارهایشان دخالت می‌کنند. از جمله اداره کمک‌های بین‌المللی ایالات متحده به سیگار گفته است که مداخله طالبان در کمک‌های بشردوستانه مانع اصلی دسترسی نیازمندان به کمک‌های ارسالی است. در این گزارش سیگار همچنین آمده است که بانک مرکزی افغانستان مستقل از رژیم طالبان نیست و خلأهای زیادی در مبارزه با پولشویی و تمویل تروریست دارد. در مورد استقلال بانک مرکزی، اشاره این گزارش به 3 مقام طالبان است که در رأس این بانک هستند و در فهرست تحریم‌های آمریکا و سازمان ملل قرار دارند. رویترز گزارش داد که این ارزیابی باعث شده آمریکا با دسترسی بانک مرکزی افغانستان به 3.5 میلیارد دلار ذخیره ارزی موافقت نکند.